سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه دوره جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم. جلسه قبلی بچه‌ها ما راجع به کلوجر صحبت کردیم. قبل این جلسه یه مثال دو تا مثال بزنیم. بریم سراغ مثال اولی که در مثال ساده مونه. بچه‌ها خاطرتون باشه، بچه‌ها من چند جلسه قبل توی فصل قبلی یه توی مبحث آبجکت یه چیزی تعریف کردم برای حساب بانکی و اینا، یادتونه؟ میخوام اونو اینجا تعریف کنم. یه فانکشن میخوام بنویسم برای ساخت حساب بانکی، initial balance، مقدار اولی که پولی که میخواد تو حسابش بذاره. خب یه وریبل تعریف میکنم به نام balance، مساوی میذارمش با initial balance که تو ورودی میگیرم. یه فانکشن داخلی تعریف میکنم به نام show بالانس که یه کنسول لاگ میکنه فقط. میسیز اسمش هرچی که هست، نیم یور balance is balance. خب و اینجا هم ریترن میکنم show balance رو. حالا میایم پایین. اگه من بنویسم new account یه پرانتز بذارم، مثلا بذارم حامد، دو تا ورودیاش رو بدم و صد و دوباره فراخونیش بکنم، اون فانکشن داخلی فراخونی میشه، درسته؟ your balance is فلان. حالا اگه من دو تا وریبل تعریف کنم به اسم حامد مساوی با new account حامد مثلا با 500 تا و یه وریبل دیگه تعریف کنم به نام سارا نیو اکانت سارا با مثلا 150. حالا اگه این حامد سارا رو من فراخونی کنم، بچه ها چه اتفاقی میفته؟ اینو فانکشن هم دیگه. ببینید چه قشنگ بچه ها. این بچه ها زیبایی مفهوم کلوژره، این دقیقا مفهوم کلوژره. خب این که شما میتونید یه همچین چیزی داشته باشید توی کلوژر. خیلی خب بریم یه مثال یه ذره پیچیده تر بزنیم بچه ها. حالا بچه ها من میخوایم مثال یه ذره پیشرفته ترش کنم. بچه ها تو حساب بانکی شما امکان برداشت و واریز دارید. من اگه بخوام این قابلیت اینجا داشته باشم چیکار بکنم؟ من که بیشتر از یه دونه فانکشن نمیتونم ریترن بکنم. خب یعنی من اینجا بیام یه فانکشن دیگه تعریف کنم بچه ها. فانکشن اسمش رو بذارم دپوزیت برای خوابوندن پول به حساب، یه اماونت هم به عنوان ورودی میگیره. خب اون پولی که میگیره رو میگم که بالانس جدید مساوی با بالانس قبلی به اضافه اماونت و بعدش دوباره شو بالانس رو فراخوانی میکنم. خب این همین فانکشن رو می‌نویسم برای برداشت از حساب. دپوزیت اسم این رو می‌ذارم withdraw. دوری amount می‌گیره. اینجا یه شرطی باید داشته باشیم. اگر پولی که می‌خواد برداره از مانده حسابش بیشتر باشه، بالانس، خب بهش میگم شما پول کافی نداری، مانده حسابت کافی نیست. میری بانک پول بکشی از کابل بانک، پول بیشتر از حسابت میخوای، میگه hey name sorry not enough funds، پول کافی تو حسابتون ندارید، شرمنده.
و یه ریترن هم اینجا میذارم که دیگه همینجا این فانکشن دیگه بسته شه. اگرم داشت چیکار میکنم؟ میگم بالانس جدید مساوی با بالانس قبلی منهای amount و دوباره شو بالانس فراخونی میکنم. اوکی اینو دیگه فعلا لازم نداریم. میخوام ریترن رو بردارم. میخوام یه چیز دیگه بذارم به جای ریترن که به اینا هم دسترسی داشته باشم بچه ها. به هم به ویدرا و هم دپوزیت هم شو بالانس و همین رو میخوام دسترسی داشته باشم. چیکار کنم به نظرتون؟ به جای اینکه یه دونه فانکشن برگردونم یا آبجکت برمیگردونم. مثلا شو بالانس دو نقطه شو بالانس. دپوزیت دو نقطه دپوزیت. ویت درا دو نقطه ویت درا. حالا چه اتفاق میفته بچه ها؟ اینا تبدیل میشن به متد، مفهوم به نام متد. من الان حامد و ساره رو دارم درسته؟ مثلا میخوام به شو بالانسشون دسترسی داشته باشم. مینویسم چی؟ مینویسم حامد دات شو بالانس. چون متد شدن با دات بهشون دسترسی دارم بچه. نگاه کنید همون برگردات. حالا میخوام تو حساب حامد پول بخوابونم. حامد داد دپوزیت ورودی بهش میدم. مثلا قبلا 500 تا بوده، 500 تا دیگه میخوام بخوابونم تو حسابش، میشه 1000 تا. پول میخوام از حسابش بردارم. حامد حامد داد ویدرا میخوام 200 تا بردارم بشه 800. 800 میخوام بیشتر از پولش حسابش بردارم، بیشتر 800 تومان. حامد داد انتظار دارم خطا رو بده، میخوام 900 تا از حسابش بردارم. هی حامد ساری نات اینا فانس، پول کافی نداره تو حسابت. میدید بچه چقدر قشنگ میشه؟ همچنان ما مفهوم کلوجر رو داریم ها، اما الان اومدیم تمام این اینر فانکشن ها رو به واسه یه آبجکت برگردونیم و تبدیلش کردیم به متد. حالا یه سوالی، آیا من دسترسی به خود بالانس هم دارم یا نه؟ یعنی من اجازه دارم بنویسم حامد داد بالانس مساوی مثلا 2000؟ آیا همچین دسترسی دارم؟ طبیعتا ندارم، همچین دسترسی ندارم. چرا؟ چون جز متد های حامد نیستین. حالا انشالله بریم جلوتر بچه ها یه چیزی جدیدی یاد میگیرید. توی آبجکت ها شما وقتی مقدار کی با مقدار ولیو برابره میتونید یک شو حذف کنید. الان من اینجا میرسم حامد داد شو بالانس چی من برمیگردونه 500. این چه ساده تر شد بچه ها. حالا ان شاءالله توی فصل بعدی اینو یاد میگیرید این چیزا رو. جزء سینتکس جدید جاوا اسکریپت و اگه مقدار کی با ولیو توی یه دونه آبجکت یکسان باشن میتونید یکشو حذف بکنید. نیازی دو تاشو بنویسید. نیا کنید بچه‌ها حامد داد دپوزیت 200 تا میخوام تو حسابش میشه 700. خیلی عالی. پس بچه‌ها شما همچنان مفهوم کلوجر رو دارید اما قابلیت دیگه هم دارید. خیلی عالی. اینم یه مثال لول بالاتر. خیلی خوب بچه بریم بیایم جلسه بعدی بزنیم راجع چی میخوام صحبت کنیم. دقیقا جلسه بعدی بچه میخوام راجع همون سینتکس جدید صحبت کنیم. سینتکس جدیدی که توی ES6 ورژن جدید جاوا اسکریپت اومده میخوام صحبت بکنیم و ببینیم که چه قابلیتی بهمون داده شده. فعلا خدافظ تا جلسه آینده.